دوستان عزیز، درباره نسب ابوبکر، این کتاب کتاب معجم کبیر طبرانی، المعجم الكبير للطبراني، المعجم الكبير للحافظ ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني، مجلد اول دار احياء فراس العربي بيروت لبنان، چاپ سال 1430. خیلی خوب، در اینجا نسب در جلد یک، این صفحه 25 ببینید. خیلی خوب، نسبت ابی بکر، میگه نسب ابو بکر. خب، حدثنا فلانا فلانا فلان عن اروه، از اروه ابن زبیر خواهرزاده عایشه، قال ابو بکر الكذاب، اسمه ابو بکر، اسمش چیه؟ عبدالله ابن عثمان ابن عامر ابن عامر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره. و ام ابی بکر، مادر ابی بکر کیه؟ ام الخیر سلمه بنت صخر ابن عامر ابن عامر ابن کعب ابن سعد ابن تیم. خیلی یا خوب دقت کنید، ابو بکر میگه اسمش عبدالله، عبدالله نیست، عتیقه، عتیق ابن عثمان. پدر ابو بکر کی شد؟ عثمان. عثمان پسر کیه؟ پسر عامر. عامر پسر کیه؟ عمرو. درسته؟ این پدر خوب ببینید، عبدالله خود ابو بکره، یعنی عتیق، عتیق ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو، این نسب پدر ابو بکر، خود ابو بکر. مادرش ام الخیر سلمه بنت صخر ابن عامر ابن عمرو ابن کعب. خب اینا نسب اینها مشترکه، یعنی عامر اینجا که آمده هم پدر عثمانه هم پدر صخره، عبدالله ابن عثمان ابن عامر، سلمه بنت صخر ابن عامر، عثمان یعنی ابو قحافه ازدواج کرده کی؟ با سلمه. سلمه کیه؟ سلمه دختر صخره. صخر کیه؟ پسر عامره. عثمان خودش کیه؟ عثمان خودش پسر عامره. عثمان و عامر، عثمان و صخر هر دو فرزندان عامرن. عثمان و صخر فرزندان عامرن. عثمان آمده با دختر صخر که سلمه باشه ازدواج بکنه. با کی ازدواج کرده؟ با برادر زاده خود. با دختر برادر خود ازدواج کرده. این مادر ابو بکر. پدر ابو بکر با دختر برادر خود ازدواج کرده، ابو بکر به دنیا آمده. خوب توجه بکنید، بار دیگر براتون نشان میدم. ابو بکر، عبدالله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره. ببینید همون شجره هست، هیچ فرق نمیکنه، یک سر سوزن. مادرش کیه؟ ام ابی بکر، ام الخیر سلمه بنت صخر ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره ابن کعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك. تمام شد. اینجا فقط تا مره اینجا ذکر کرده، در تا مره در پدرش ذکر کرده، در اینجا از مره بالاتر رفته. خب اینا یک شجره هست، هیچ فرقی نمیکنه. عثمان پدر ابو بکر، عامر جد ابو بکر. این جد ابو بکر که عامر باشد، اینجا پسری داره به نام صخر، پسری دیگری داره به نام عثمان. عثمان پدر ابو بکر، صخر کیه؟ بله، پدر مادر ابو بکر. عثمان با دختر عامر، با دختر صخر، یعنی با دختر برادر خود ازدواج کرده، اسمش سلمه بوده، از این ابو بکر به وجود آمده. این در کتاب خود اینا موجوده، بگید الله یارید بدون دلیل میگه. شما به من بگید الله، اگر ما ابو بکر رو بگیم که اشکال داره کارش؟ بله. چیه؟ اونجا چی میگید؟ بله. آیا حضرت امام صادق علیه السلام از اولاد ابو بکر بوده؟ نه، امام صادق علیه السلام از اولاد ابو بکر نبوده، ایشان از اولاد کسی دیگری هست و این به خاطر تشابه اسمی در اینجا اشکالی پیش آمده که اینام جوابشو میدیم. این علمای ما جوابم داده که بله، لقد ولدنی ابو بکر مرتین، اینم از احادیث شیعه نیست، از احادیث مخالفینه. بله، و اون ابو بکر که در اونجا آمده، اون ابو بکر ابن ابی قحافه نیست، اون یک کسی دیگری هست به خاطر تشابه اسمی، محمد ابن قاسم ابن محمد. اونجا به خاطر این محمد ابن قاسم ابن محمد که آبا مادر امام صادق علیه السلام، به خاطر این تشابه اسمی فکر کردن این محمد ابن قاسم ابن ابی بکر، در حالی که این محمد ابن قاسم ابن محمد ابن کسی دیگری هست. بالا براتان میگم انشاءالله.